اما در نهایت چون طلعت خورشید تاب مستوری ندارد و اگر ظاهر شود جلوه بر آفتاب خواهد فروخت. این کدام نشانه بود که منافقین در ما دیدند و بدان طمع بستند؟ منافقین از همان آغاز غافل از حقیقت در جهان توهمات خیش میزیستند و گمگشتگان سراب خیالات واهی خود بودند. آیا باید اسلام را از امانت داران وحی و ذخیره های الهی آموخت و یا از غرب زدگان فرنگ پروردی چون سرکردگان منافقین؟ مگر تا کجا میتوان در سراب گمگشتگی فرو شد که اینان را منادیان اسلام پنداشت؟ مگر نه این که درخت حکمت در خاک اخلاص میروید و اخلاص در آزادی از تعلقات است؟ پس چگونه میتوان انتظار داشت که بر زبان خودپرستان معبد نفس اماره حکمتی جاری شود و سخنی حق در گذرد؟ آنان نیز که آن غرب زدگان فرنگ پرورده را با منادیان حق و امانت داران وحی اشتباه گرفتند، در نفس خود باز نگرند که شیطان از کدام روزنه آنان را سحر کرده است. پس این کدام خلق هستند که از آنان سخن می رود؟ اینانند حزب اللهیان مسجدی میدان شوش و یا آنانند شهوت پرستان غفلت کده های حاشیه خیابان ها؟